فعالیت ها و تولیدات هنری آشنا میشن، با فرهنگ و سیره زندگی امام رضا علیه السلام آشنا میشن، با شیوه های بندگی پروردگار متعال در قالب مسابقات و فعالیت های هنری آشنا میشن، با آداب و قواعد نماز نوجوانان و عزیزان مردم دختر و پسر در یک غرفه این نمایشگاه آشنا میشن. بنا شد که یک کار فاخری باشه، کاری اینجا انجام بشه که بشه با جوانها نوجوانها ارتباط گرفت، دلها مخصوصا پیوند بخوره با آقا امام رضا در ماه محرم سید الشهدا با معارف حسینی، کودکان نوجوانان بالاخره بابی فتح بشه برای که اینها بتونن ارتباط وجیهی رو داشته باشن و انشالله ارتباط مستمر و عمیق باشه. مثلا یکی از بازی هایی که آماده کردیم به رسم علی اکبر علیه السلام، آشنایی با سیره عملی حضرت علی اکبر علیه السلام. بازی هشت قدم هستش که موضوع سیره عملی امام رضا علیه السلام، از آشنایی با مسیر حرکت امام رضا علیه السلام از مدینه تا مرو هستش. اینجا فقط یک نمایشگاه 15 20 روزه نیست که جمع بشه بره و تمام، بلکه تازه آغاز راهه. بچه‌ها ثبت نام میشن توی یک باشگاهی به نام باشگاه مخاطبان. توی این باشگاه مخاطبان بچه‌ها یه استعدادیابی فعل جمله‌ای میشن، یعنی یه ارتباط میگیرن مربی‌ها اینجا باهاشون، بعد میفهمن که کدوم یکی از این بچه‌ها میتونه تو گروه سرود کار بکنه، کی میتونه بره تو کار مدایی، کی میتونه بره تو کار مکبری، تئاتر و کارهای دیگه، و بعد اینها رو از طریق روحانی که به شکل مستقر یا بالاخره در روستا و شهر امام جماعت مسجد باهاشون مرتبطن تو گروه های متفاوت دستبندی میکنن. ارتباط های مستمر ماهانه یا فصلی داریم. توی این بازی بچه ها با زندگی به سبک بندگی آشنا میشن. اینجا بچه ها آموزش تفکر رو دارن، آموزش حدیث امام رضا علیه السلام به عبدالعظیم حسنی هستش، حقیقت مجازی داره، بچه ها فیلمشو تو عینک ها میبینن، مسیر امام رضا از مدینه تا مرو میبینن.